سنت پخت آش گیلدیک در روستا به مناسبت عید فطر. آش گیلدیک در روستای خاتون آباد بخش ترکمنچای میانه به مناسبت عید فطر طبخ شد. هر سال این سنت در این روستا برگزار میشه. به بهانه تهیه گزارش از یک سنت دیرین مخصوص عید فطر، صبح امروز به روستای خاتون آباد بخش ترکمنچای میانه رفتیم. اللهم احلى رسمی به نام پخت آش گیلدیک یا همان میوه گل نسترن در مسجد تاریخی این روستا. آش گیلدیک رسم دیرینه ماست، از بزرگان ما به رسم مونده که هر سال عید فطر این آش رو درست میکنن. ما روز قبلش میوه نسترن رو خیس میکنیم، میپزیم، میشوریم، میپزیم، حاضر میکنیم، بعد زردآلو، آلوچه خیس میکنیم. مشارکت اهالی در انجام این رسم بسیار جالب توجه بود. نسترن، نقود، لپه، همه اینا را همسایگان تهیه میکنن، میارن. حالا چرا این آش در این روز؟ من پیشیزی فطرجونی کهلیم زازمیا اصلاح کهلیم زازما به خاطر اینه که چون از ماه رمضان که بیرون اومدیم، به خاطر اینکه زیاده روی نکنید، معدمون نخ نکنه، برای معدمون اگه زیاد پرخوری کنیم ضرره. اینو به خاطر این میگن، نه معده سردی داشته باشه، نه نخ زیاد کن. نسترن وشکی میگن خاصیت بسیار داره. از دور و نزدیک آمده بودند. روستاهای اطراف از دور و نزدیک هم تشریف میارن، مهمانانی داریم. شنیدیم که جشنواره آش هستش، گفتیم عید فطر است و یه مبارک هست، بیایم یه دور بزنیم و از این جشنواره هم دیدن کنیم. و اهالی مهربان روستا برای کسانی که پای آمدن ندارند آش میبرند. این سنت زیبا به آرامی رو به فراموشی میرفت، اما بنیاد برکت گرد فراموشی از روی آن زدود. تسهیلگرها بعد از بررسی این روستا و تهیه شناسنامه روستا متوجه شدند که در این روستا از قدیم الایام آیین‌های خاصی بوده، آیین‌های مذهبی و تاریخی بودند. این رو در واقع ما احیا کردیم. این رسم و رسوم نماد هویت و نشانه همدلی و همبستگی اهالی هست. باید تلاش کنیم تا این نمادها و نشانه ها به مرور زمان به فراموشی سپرده نشه.